سلام، خوش اومدید به این ویدیو. اسم من شاهینه، البته اسم کاملم شاهینه، ولی خب خیلی ها صدا میکنن شان، همینجوری مونده روم و اسم مستعارم شده شان. من خودم دوست دارم، مشکلی ندارم باش. خوش اومدید به این ویدیو. گفتم این البته ای بار شاید یه خورده این اسم چینی باشه، خیلی از خارجی که باشون ارتباط نداشتم بهم گفتن اسمت خیلی شبیه چینی هست. خب من که ارتباط نداشتم، نمیدونم از کجا بهم گفتن. کار نداریم، توی این ویدیو قراره که با هم دیگه موزیک اراده کن از آرتاریات بگیریم. خیلیاتون درخواست داشتید، گفتم که این موزیک رو براتون آموزش رو بذارم. به دو روش بهتون آموزش میدم، خیلی ساده است، خیلی ساده است. و بهتون میگم اونایی که باره بلد نیستنم براشون یه روش دارم، تا میشه سه روش. امیدوارم زیاد طولانی نشه این ویدیو، تا جایی که بتونم مختصر و مفید و ساده بهتون آموزش میدم. لایک کنید، سابسکرایب کنید. همین الان چرا لایک نمیکنید؟ واقعا چرا لایک نمیکنید؟ مثلا نزدیک 300 نفر میبینم ویدیو رو، 10 نفر لایک میکنن. دکمه لایک کنید، لازم بزنید لایک میشه. این فقط حمایت شما رو نشون میده و باعث میشه که این ویدیو بیشتر دیده بشه طبق الگوریتم یوتیوب. میتونید برام کامنت بذارید موزیکایی که دوست دارید و آموزشش براتون بذارم. تبلچر، آکوردها و متن آهنگم که طبق همیشه، طبق معمول البته، توی دیسکریپشن هست. چنل تلگرام هم میتونید برید، تو چنل تلگرام هم اونجا داشته باشید و میتونید رو اسمم کلیک کنید برید داخل چنل. اونجا میتونید خیلی راحت گیتار یاد بگیرید، خیلی راحت فینگر استایل یاد بگیرید، آهنگا رو یاد بگیرید. پلیلیستاش هست، چک کنید حتما، با من همراه باشید. خب اول بریم سراغ آکوردای این موزیک و اینکه توضیح بدم کسایی که بار گرفتن بلد نیستن چه آکوردی باید بگیرن. اولین آکوردی که باید بلد باشیم آکورد دو دیز مینوره. انگشت یک ما باره فرد 4 و انگشت دو ما باره فرد 5 سیم 2، انگشت 3 ما فرد 6 سیم 4، شاید سخت بود 6 سیم 4 و انگشت 6 چی گفتم ازم؟ یه بار دیگه از اول میگیم. انگشت یک ما باره فرد 4 رو کامل میگیره، انگشت دو ما فرد 5 سیم 2 و انگشت 3 ما فرد 6 سیم 4 و انگشت 4 ما فرد 6 سیم 3. خیلی سخته اینجوری گفتن. آکورد دو دیز مینور. آکورد بعدی که باید بلد باشیم آکورد سول دیز مینوره. انگشت یک ما همون باره فرد 4 رو گرفته نگه میداره، انگشت 3 و 4 ما به ترتیب سیمای 5 و 4 رو فرد 6 رو درگیر میکنه، میشه آکورد سول دیز مینور. آکورد بعدی که باید بلد باشیم آکورد فا دیز مینوره که همون حالت سول دیز مینور رو دو فرد میاریم عقب و میشه آکورد فا دیز مینور. و آکورد بعدی که باید بلد باشیم آکورد سول دیز ماژوره، دیگه مینورش نیست، همون آکورد سول دیز مینوره. اونو یادتونه، یه انگشت دومونو میذاریم رو فرد 5 سیم 4 میشه آکورد سول دیز ماژور. و همین راحتی این 4 تا آکوردی بود که باید یاد میگرفتیم برای زدن این آهنگ. و کسایی که باره نمیتونن بگیرن و میخوان این آهنگو بزنن میتونن تغییر گام بدن این موزیکو. به اگه ویدیوی تغییر گام رو نگاه نکردید حتما این ویدیو که میذارم بالا رو نگاه کنید، خیلی مفیده براتون. این موزیک رو تغییر گام بدم به سردسته و بیان رو آکورد لا مینور. آکورد لا مینور به جای آکورد دو دیز مینور، آکورد می مینور به جای آکورد سول دیز مینور و آکورد ره مینور به جای آکورد فا دیز مینور و آکورد می ماژور به جای آکورد سول دیز ماژور. به همین راحتی اینا رو جا به جاشون رو بنویسید، یعنی در ازای مثلا فلان آکورد فلان آکورد اینا که الان گفتم رو بنویسید رو کاغذ و طبق موزیک یا آکوردچیتی که توی تلگرام گذاشتم اونا رو جا به جا کنید و همون رو بزنید دقیقا. خب این هم برای کسایی که باره نمیتونم بگیرم. بریم سراغ آموزش خود آهنگ. دقت کنید، من دو روش بهتون آموزش میدم، روش اول روش آسونشه و روش دوم روش سختشه. روش آسون ما آرپج داره، منتها به جای اینکه فقط ریتممون خورده فرم میکنه. اوکی، تو آرپجمون چی داریم ما؟ آهنگ شروع میشه،
آکورد دو دیز مینور گرفتیم و 5 4 3 2 3 4 سو و دوباره 5 4 3 2 1 2 3 4 پس میشه 3 4 سو. فقط منو آروم میکرد و بعد آکوردمون اینجا عوض میشه، نگاه تو میشه 6 4 3 2 و دوباره 6 4 3 2 1 2 3 4. اوکی دوباره عوض میشه، تکرار میشه، یعنی اینجا ضربات اون شکلیه 6 4 3 2 2 3 6 4 3 2 2 3. پس ضربات اون رو فهمیدیم، رو آکورد فا دیز مینور میزنیم 2 3 6 4 3 2 2 3. آکورد بعدی اون میشه سول دیز ماژور 6 4 3 2 2 3 6 4 3 2 2 3. و بعد دوباره تکرار میشه 6 4 3 2 2 3 6 4 3 2 2 3. این بار میام رو آکورد سول دیز مینور 6 4 3 2 2 3 6 4 3 2. اینجا قسمت اول هم تمام میشه و بعد از این میره توی ریتم اونجا که اراده کن ریتمونو ریتم 2/4 یه ضربه رو به پایین و بعد ضربه بعدی خفه و بعد ضربه رو به بالا دوباره بالا خفه بالا. اینو تکرار میکنیم، آروم براتون میزنم. اوکی قسمت اول یاد گرفتیم و بعد اینجا میره تو قسمت میره رو آکورد دو دیز مینور، میره تو قسمت اراده کن اراده کن. اینجا میرم روی آکورد فا دیز مینور اراده کن. بعد اینجا قسمت ورس اولم شروع میشه، فکر نمی کردم قلبم و من بدم بر رفتارم، من تکس رو خوب بلد نیستم. دقت کنید دو دیز مینور و سول دیز مینور توی این قسمت ورسمون 4 بار تکرار میشه، یعنی این یه بار 4 بار همینجوری میزنیم. خب 4 بار تکرار میشه و بعد میرسه به اون قسمتی که سرت شرط با همه، اونجا این آرپژو داریم، از رو همون دو دیز مینور میمونیم و سیم 5 و سیم 1 رو با هم دیگه میزنیم و بعد 2 3 میشه. اوکی تبلشرش این پایین هست، میتونید ببینید. دوبار میزنیم و بعد میگیم روی آکورد سول دیز مینور و بعد میگیم روی آکورد فا دیز مینور و بعد میگیم روی آکورد سول دیز مینور. دوباره دقت کنید این سول دیز مینور رو ماژور نگیرید یا ماژور رو مینور نگیرید. دوباره تکرار میشه، این بارم میناره و بعد دوباره ریتم. ورس دومونه دقیقا این ورس اولمونه، 4 بار تکرار میشه بدون این آرپژ آخریه و دوباره همون کورسمونو داریم. اراده خب ریتم و آکوردا آرپژاشو همه رو یاد گرفتیم،
بریم سراغ قسمت سخت ماجرا، یعنی آموزش سخت، روش سخت چه شکلیه؟ دقیقا این همینه، منطور ریتم ما دیگه به این شکل میزنیم. ریتم ما به چه شکل میزنیم؟ آکوردامونو به صورت آکورد دو دیز و دو دیز مینورمونو از سیم پنج و سیم دو و سه و با هم میزنیم. چه شکلیه؟ ضربه اول سه تا سیم با هم خفه، یه بار دو سه رو میزنیم، دوباره میزنیم و بعد دوباره خفه. پس میشه میایم رو آکورد سول دیز مینور، بیس ما میشه سیم شیش، اون دو سه همون یک همون باقی میمونه. دوباره پس میشه اراده کن شمالتون. میتونید سه تا سیم هم بزنید، میتونید نزنید، کاملا سلیقه‌ایه. منتها میگم این حالت یه خورده حرفه‌ای تره، یه خورده باحال تره، آکوستیکی تره، یعنی فری استایلی تره، میدونید چی میگم. و روی آکورد فا دیز مینور هم باز همون بیس همون سیم شیشه و این دوتا سیمش تغییر نمیکنه. میام آکورد ها دقیقا همونه، فقط جای ریتم به این شکل میزنیم. خب امیدوارم که موزیک رو دوست داشته باشید و خوب یاد گرفته باشیدش و من دو تا موزیک دیگه بهتون اینجا معرفی میکنم. امیدوارم اینا رو هم دوست داشته باشید، یاد بگیرید و همینجوری تو اونها هم دو تا موزیک دیگه معرفی کنم. بمونید تو چنل همینجوری نگاه کنید، آهنگای مختلف یاد بگیرید. خیلی دوستتون دارم و ممنون که تا آخر همراه من هستید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.